شمع از پی علم باید گداخت که به علم نتوان خدا را شناخت. سواد مشعل راه زندگی است. سواد است که راه های بهتر زندگی را برای بشریت مساعد می سازد. آموزش سواد در دامن خانواده آغاز شده، راه به مسجد و مکتب می گشاید. اکثر جوانان کشور با اثر شرایط ناگوار اقتصادی و اجتماعی نتوانستند راه آموزش را بپیمایند. معینیت سواد حیاتی با کمک و همکاری اداره‌های ملی و بین المللی زمینه این را مساعد ساخته تا جوانان بازمانده از تحصیل در مراکز سواد حیاتی گرد هم جمع شده و به راهنمایی‌های استادان گوش فرا داده، هم سواد می‌آموزند و هم یک حرفه را پیشه گرفتند. معینیت سواد حیاتی در قرا و قصبات کشور به ایجاد مراکز سواد حیاتی و آموزش محلی پرداخته که امروز تعداد زیادی از جوانان ما در این مراکز مصروف آموزشند. استالف یکی از ولسوالی های ولایت کابل است که از شهرت خاص در قسمت حرفه های مختلف برخوردار می باشد. آب و هوای گوارا، درختان سر به فلک کشیده در زیبایی این ولسوالی افزوده است. در این ولسوالی اولین مرکز آموزشی محلی ایجاد گردیده که در آن 4 صنف سواد آموزی و 1 صنف چرمدوزی فعالیت دارد. صنف چرمدوزی آن به اثر سعی و تلاش استادان و راهنمایی های اداره یونسکو ژاپن خودکفا گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم محمد حنی ولد فرهاد خان، باشنده ولسوالی استالف. ما دیجا سواد آموختیم و در بخش حرفه هم کار کردیم. به فضل خدا فعلا سواد خوب سعی میتونم که مشکلات خود حل کنم و در بخش حرفه هم استاز در ذات ماریاد داد. استاز رفت، من خودم به حیث استاز دیجا کار میکنم. به تعداد شاگرد داریم، ما همراه شاگردار فعلا کار ما جریان داره. مدیریت سواد حیاتی ولسوالی استالف با وسایل مورد نیاز تجهیز شده و تا اکنون 48 قریه را تحت پوشش قرار داده که تعداد زیادی از جوانان به خاطر فراگیری آموزش سواد به این مراکز آمده و از فیض علم بهره‌مند می گردند. باشنده ولسوالی استالف، قریه کلالان. من نتانستم که به مکتب برم، مشکل اقتصادی بود و آلام به کورس سواد آموزی و از وزارت معارف و کشور ژاپن تشکری میکنم که من آلام میتونم که درس من پیش برم و یک صنعت یا کار پیشرم هم یاد گرفتیم و از این تشکری میکنم. سنجدره یکی از ولسوالی های ولایت پروان است. اهالی این منطقه علاقمندی خاص به آموزش و پرورش دارند. مرکز سواد آموزی سنجدره در سال 1382 تأسیس گردیده که فعلا در آن 4 صنف سواد آموزی و 1 کورس خیاطی که در آن لباس‌های محلی چون واسکت و غیره تولید و به بازار عرضه می‌گردد و از این طریق مبلغ خوبی به دست می‌آورند. من مصطفی ولد سید محمد خان، باشنده قریه دیگوچک، که در مرکز سیلسی دیگوچک درس میخونیم و بعد از درس ما یک گرفه را کار میکنیم که بارد از خیاطی میباشد و بعد اگر کار نداشته باشیم ما کورس کمپیوتر میخونیم. در سنجدره قرا و قصبات مختلف وجود دارد که نیازمند به کمک هستند. اداره یونسکوی ژاپن کلینیک صحی را در این ولسوالی ایجاد کرد که روزانه تعداد زیادی از هموطنان ما جهت تداوی به آن مراجعه می نمایند.
در تمام فعالیت‌های این مراکز مستقیماً اهالی در انسجام و تطبیق پروگرام‌های CLC یا آموزش محلی سهیم بوده و همکاری هماجانبه می‌نمایند. در قریه دیقوچک ولسوالی سنجدره زمینه آموزش برای آنده از جوانانی که از مکتب به دور مانده اند مساعد شده. سعی و تلاش مردم محل و اداره محترم یونسکو ژاپن است که در ولسوالی یک کورس آموزشی کامپیوتر نیز مساعد شده که جوانان با علاقمندی خاص جهت فراگیری آموزش به این مرکز مراجعه می نمایند. از وقتی که کورس ما جور شده، بایش خواندن نوشته کردن یاد نداشتم. در میجا یاد گرفتم. حالا میتونم در همه امورات دینی، نماز، وضو، در همه چیز یاد دارم. به خیلی کتاب هر چیز خوانده میتونم که نوشته کرده بتانم، خوانده بتانم، یا خد یک دوستم برم روی میکنه از جایی. دیگه مشکلات حل شده دیگه. از اون وقتی که کورس ما جور شده. مراکز آموزش محلی در این مناطق به یک مرکز فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی انکشاف یافته. مرکز آموزش محلی نقش بیشتر را در انسجام مردم محل و اشتراکشان در پروسه تعلیم و تربیه و امور اجتماعی ایفا نموده است. و ما گشته پیشنهاد ولس منطقه چیز برشان پیشنهاد کردیم که اگر اینجا یک مرکز بر ما جور شود، این مرکز هم سواد حیاتی است، هم به خاطر از اینکه یگان فاتیاگیری چیز میشه، شورا میشه، بطاق شورا میشه، کتابخانه نداشتیم، کتابخانه برای ما اینجا جور شده. معینیت سواد حیاتی با همکاری اداره های کمک کننده به خاطر پیشبرد سواد و آموزش در محلات مختلف ولایت کابل و اعمار مراکز سواد حیاتی اقدام نموده که امروز تعداد زیادی از هموطنان ما که از دروس مکاتب بازمانده اند به این مراکز آموزش سواد حیاتی مراجعه می نمایند. که تعدادی از شاگردان همین اکنون در ولسوالی چهارآسیاب مصروف آموزشند. در تنگی سیدان، مرکز آموزش ایجاد گردیده، تعمیر آن تحت ساختمان قرار دارد که عنقریب به فعالیت گماشته می شود. همین اکنون در ناحیه پنجام، ششم و دوازدهم شهر کابل، مراکز آموزش سواد توهم با یک حرفه فعال است. که تعداد زیادی از جوانان مصروف آموزشند که با هم می‌بینیم. باشنده دو ست فامیلی اول مده کورس آمدم بی سواد بودم، بعد سواد یاد گرفتم و بعد از سواد در اینجا سی رشته شده، علمی سازی، خیاطی و قالین بافی. در سی علمی سازی من خدا شامل کردم و میتونم یک چیز جور کنم، نفقی خود و نفقی فامیل خدا پیدا کنم. مراکز مختلف تا کنون ایجاد شده و از او جمله است 8 مرکز آموزش محلی که توسط انجمن فدراسیون ملی یونسکو ژاپن ایجاد شده در کابل و ولایت پروان. راپور هایی که از فعالیت های این مراکز با ما میرسه و همچنان اشتراکشان در مراکز مربوطه بسیار مؤثر و مفید است و یکی از آسانترین راه و طریقه آموزی در کشور داره. با امید از اینکه در آینده بتانیم این مراکز در سطح ولایات بر مردم محل ایجاد بکنیم و بر مردم محل مؤثر تمام.
حدیث شریف است که آموزش علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض است. آموزش وقت و زمان معین ندارد و در هر زمان و به هر سنی که آغاز نماییم وقت است. شرایط آموزش در کشور در حال ترقی و تعالی است. هموطنان عزیز ما باید راه‌های رسیدن به آن را بپیمایند تا مصدر خدمت به خود، خانواده و کشور خود گردند.